دوستان سلام، به کانال فارسی مدیا خوش اومدید. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و برای اطلاع از ویدیوهای بعدی ما هم زنگوله کنار سابسکرایب رو بزنید. در این ویدیو میخوایم در رابطه با 11 مدل از خوراکی‌های ممنوعه برای شام موقع کاهش وزن را بشناسیم. پس با فارسی مدیا همراه باشید. مفهوم خوردن شام سبک آنطور که علم ثابت کرده است باید کمی از وزن ما را کم کند. بدن ما مثل ساعت کار می‌کند و سیستم گوارشمان صبح‌ها از همیشه قوی‌تر و شب‌ها از همیشه ضعیف‌تر است. به همین خاطر است که توصیه می‌شود در ساعات پایانی شب و قبل از به رخت خواب رفتن کربوهیدرات، کالری و چربی‌های کمتری مصرف کنیم. حتما وعده‌های سبک و سالم بخورید و از خوراکی‌هایی که نباید شب‌ها مصرف کنید فهرستی تهیه کنید. برای کمک به شما فهرستی از چند خوراکی ممنوع برای شام موقع کاهش وزن را برایتان فراهم آورده ایم. پس با فارسی مدیا همراه باشید. مورد اول، خوراکی های منجمد. به غیر از نگهدارنده های مضر و طعم دهنده های مصنوعی، خوراکی های یخزده فراوری شده ممکن است حاوی روغن های هیدروژنی فراوان، قند، نمک و کالری زیادی باشند که اهداف شما برای کاهش وزن را به خطر می اندازند. به علاوه قرار گرفتن مکرر در معرض حرارت ممکن است باعث شود ارزش غذایی این خوراکی ها از بین برود. مورد دوم، پاپکورن ماکروفری. آیا چیزی که این همه سبک و کم وزن به نظر می رسد می تواند برای کاهش وزن بد باشد؟ متاسفانه این نوع ماکروفری پاپکورن فوری که از فروشگاه ها خریداری می کنید مقدار فراوان چربی ترنس و نمک دارد. مورد سوم، نوشابه ها. تمام نوشابه ها و نوشیدنی های گازدار یکی از ممنوعه های بزرگ شب ها هستند. آنها پر از اکسید سدیم و مقدار بسیار زیادی قند هستند که به صورت کالری در بدن تجمع خواهند کرد. مورد چهارم، کچاپ. سس گوجه فرنگی یا کچاپ محبوب ترین تکمیل کننده ی انواع مختلف وعده های غذایی است. آنچه که ما احتمالا نمیدانیم آن است که این خوراکی شربت ذرت با فراکتوز بالایی دارد که توده های قندی زیادی در بدن ایجاد می کند. مورد پنجم، سیب زمینی سرخ کرده. هیچ شکی وجود ندارد که سیب زمینی سرخ کرده ای که در رستوران ها می خوریم یا می خریم مقدار بسیار زیادی چربی اشباع، کلسترول و کالری دارد. مورد ششم، پنیر. این خوشمزه چسبناک وسوسه انگیز است، اما مقدار بسیار زیادی چربی اشباع و کلسترول و به همان اندازه سدیم در خود دارد که برای سلامتی و اهداف کاهش وزن مضر است. مورد هفتم، پیتزا. کربوهیدرات ها، نمک، سدیم موجود در خمیر، قند موجود در سس پیتزا، پنیر و گوشت فراوری شده در چاشنی های غیر گیاهی، آیا دلیل و مدرک بیشتری از اینها لازم است؟ خیر. مورد هشتم، آجیل. آجیل ها یکی از سالم ترین خوراکی ها به حساب می آیند که مواد مغذی فراوان و مشخصه های انرژی بخش زیادی دارند، اما تمام آن مواد مغذی از مقدار بسیار زیاد کالری آنها ناشی می شوند. پس بهترین کار آن است که آجیل ها را صبح بخوریم، وگرنه کالری ها نمی توانند به انرژی تبدیل شوند و در بدنمان روی هم انباشته می شوند. مورد نهم، بستنی. بستنی ممکن است پایانی عالی برای ماجراجویی های آشپزی باشد، اما ممکن است پایانی بر ماجرای کاهش وزن نیز باشد. اگر می خواهید به اهداف کاهش وزن خود دست بیابید، از مقدار قند و کالری های فراوان موجود در بستنی پرهیز کنید. مورد دهم، شکلات تلخ. شکلات تلخ ممکن است از شکلات های معمولی سالم تر باشد و برای قلب و سلامت مغز نیز مفید باشد، اما قند و کالری موجود در آن نیز می تواند فرایند کاهش وزن را به مخاطره بیندازد. بریم سراغ مورد آخر و مورد 11، گوشت قرمز. گوشت قرمز مثل گوشت گوسفند پروتئین فراوانی دارد که برای کاهش وزن ضروری است، اما این نوع از گوشت سرشار از چربی و کالری بالا نیز هست. پس بهتر است بروید سمت گوشت های سفید مثل مرغ که برای شام سالم تر است و نیاز بدنتان به پروتئین را نیز تأمین می کند. اگر مسیر را به دقت بپیمایید، سفر کاهش وزن کاری دشوار نخواهد بود. از خوراکی هایی که در این ویدیو فهرست کردیم برای شام اجتناب کنید و آن وقت خودتان شاهد نتایج ثمر بخش آن خواهید بود. خیلی ممنونم که با فارسی مدیا همراه بودید. شب و روزتون خوش.